به نام حق، درود بر دوستان عزیز. با نهمین پادکست از تاریخ جامعه ادیان در خدمت شما هستم. سام سروی هستم و این اثر زیبا رو با هم میخونیم و ادامه میدیم. امروز میخوایم در باب سلطنت اوسیروس یا به قول خود مصریا اوسیر از دید این کتاب صحبت کنیم. البته اشاره کردیم که در کتابهای آسمانی هم اسم اومده است، خصوصا در قرآن مجید عزیر نامی است که برای اوسیروس آمده است و در آنجا یاد شده است که آنها میپندارند که او فرزند خداست و در روز آخرت خواهد آمد. سلطنت اوسیریس یکی از کهن‌ترین و شاید همان قدیمی‌ترین عقیده به حیات بعد از مرگ، عقیده به سلطنت اوسیریس است که در عصر بنای اهرام بسیار رواج داشته است. این عقیده در ازمنه و اماکن مختلف به صور گوناگون در نزد مصریان به ظهور رسیده. از آن جمله طبق نظری گویند انتقال روح به سرزمین مبارک مغرب اوسیریس در انتهای اولیای دره طولانی نیل در سر راهی که منتهی به یک واحه می شود در مکانی به نام آبیدوس است. در آنجا روح عصا در دست مسافرتی طولانی را آغاز می کند و به راه می افتد و آن واحه نزد ایشان سرحد فاصله بین جهان و دنیای مجهول است و از آن چون بگذرد در کوهستانها به آخر جهان می رود، در همان جایی که آفتاب عالم مرئی و محسوس ترک می کند ما را و در درون جهان زیر زمین و عالم ستارگان فرو می افتد. در آنجاست که جزایر بسیار حاصلخیز و سرسبز وجود دارند که غله در آنجا چند برابر بلندتر و بزرگتر از غلات روی زمین می روید. عقیده دیگر بر آن است که سرزمین اوسیریس و کشتزارهای آن در شمال مصر واقع است، یعنی در ناحیه دلتا، یا آنکه از آنجا دورتر در کشور شام و یا از آن هم دورتر در کهکشان که سرچشمه رود نیل آسمانی است، در آنجا وجود دارد. به هر حال هر جا که باشد جهان اوسیریس ملکی خوشایند و دلپذیر است و در آنجا چمنها و مزارع بسیار خرم و سرسبز و انبوهی از نباتات و غلات که هر یک 12 پا ارتفاع دارند و درختان برومند سایه افکن فراوان است. روح سعادتمند در آنجا به خوشی و شادمانی در زیر سایه های آن اشجار قرار گرفته، با همسر گشاده روی خود و با دوستان عزیز به خوشی و خوشکامی مشغول است و غلامان متعدد اوشپتیس آن اراضی سیاه را با گاوهای نر شیار می کنند و سنبله های بسیار بزرگ یا گندم و یا ذرت را بر می چینند. یکم برای آنکه همه کس نتواند به این سرانجام مبارک نائل گردد، روح باید از دیوان حساب بگذرد تا آنکه سرانجام به آن سرزمین سعادت و خرمی قدم گذارد. در کتاب های انبات کشف شده در قبور داستان شمار حساب ارواح مذکور مندرج وجود دارد که چگونه در حضور شخص خدای اوسیریس محاسبه به عمل می آید و نیک و بد او را می سنجند. سرگذشت این شداید و مقدرات روح بینوا را غالباً بر روی اوراق پاپیروس برای انواس نقش کرده و مترسم ساختند که چگونه او را در محضر حقیقت، یعنی خدای آنوبیس که جسم انسان و سر شغال دارد و حافظ مقابر است، می آورند و سپس در برابر اوسیریس حاضر می سازند. اوسیریس بر تختی نشسته و سایبانی بر سر او افراشته است. آیسیس و نفتیس در چپ و راست او ایستادند. همین که روان سرگردان جلال منظر خداوند اوسیریس را می‌بیند، به عظمت او اقرار می‌کند و گناهانی را که در ایام حیات دامانش از آنها پاک بوده برای او می‌شمارد. مثلا می‌گوید: درود باد بر خدای بزرگ، خداوند راستی، بنگر که من اینک نزد تو آمدم و در پیشگاه دادگری تو جا گرفتم. من گناهی نکرده و کار ناشایستی به جا نیاوردم. آنچه را که خدا ناروا شمرده من روا ندانستم. هیچ کس را گرسنه نساختم، مایه بدبختی و زاری کسی نشدم.
کسی را نکشتم و به کشتن کسی فرمان ندادم و از خوراک پرستشگاه نکاستم و خوردنی هایی که برای مردگان بود برای خود بر نداشتم. من زنا نکردم و از میزان کیلو پیمانه حبوب نکاستم و کفه میزان را سنگین نکردم. در علامت نقش مهرها تزویر و تقلب نکردم. تف را از پستان مادر جدا نساختم و چهار پایان و مواشی را از چراگاه خود دور نکردم. جلوی آب جاری سد نساختم و دیگران را از آب نهرها و مجاری میاه محروم ننمودم. سهم خدایان را به درستی پرداختم و چهار بار خود را تطهیر کردم. اینک من طاهر و پاکم. خب دوستان عزیز، ببینید چقدر شباهت داره به اون بهشتی که ما در ادیان سامی ازش صحبت میکنیم، اون سرسبزی و اون غلامان و اون همسرا و دقیقا یاد بهشت و حور و پری و اینجور ماجره همارا میندازه. و بعد میبینیم که مصریان گناه براشون مهم بوده در اون زمان، یعنی گناهان میبینیم که دقیقا داستان همون خمس وجود داره، داستان احترام گذاشتن به خدایان وجود داره، حق کسی رو نخوردن وجود داره. و اینکه ما فکر بکنیم که اینها نمیدونستن این چیزها رو واقعا دور از عقله. و میبینیم که حتی ریشه خیلی از این عقاید رو ما در این حقیقت واحدی که بوده، البته شاید بشر از او برداشت کرده، در مصر باستان و تمدن‌های باستانی می‌بینیم. در تالاری که 42 قاضی روحانی جلوس کرده، هر یک نماینده یک ناحیه یا نوم از کشور مصر بودند. روح می‌بایستی همین اعترافات و حکایات را تکرار کند. آنگاه دل و جگر او را بیرون آورده در ترازوی هم وزن پر شتر مرغ می‌سنجند. اگر آن قلب به واسطه اعمال صالح و کردارهای نیک سبک شده باشد، کفه مرغ می‌چربد. سپس خدای نخوت واسطه اعمال صالح و کردارهای نیک سبک شده باشد، کفه مرغ می‌چربد. سپس خدای نخوت که سر لکلک و بدن انسان دارد و کاتب اعمال اموات است، شرح او را به اوسیر یا همان اوزیریس می‌نویسد. پس به او اجازه می‌دهند که به سرزمین خرم اوسیریس وارد شود. ولی اگر دل او سنگین‌تر باشد و کفه آن بچربد و معلوم شود که مرتکب اعمال ناپسند شده است، گرفتار کیفرها خواهد شد و بر حسب بعضی روایات جانوری مردار خار و بلعنده که سر و دهانش چون تمساح و بدنش چون شیر و کفل او چون اسب آبی است، با کام گرسنه در آنجا و انتظار ایستاده و آن گناهکار را می‌درد و می‌بلعد و بر حسب بعضی اخبار دیگر آن روح ناپاک را در دوزخی پر از شرار آتش می‌افکنند که در آنجا دچار عذاب علیم سرمدی باشد. میتونیم مقایسه کنیم با نظری که امروز ما در باب هل یا جهنم داریم و در باب بهشت. اخناتون پیش قدم توحید. حالا میخوایم اینجا در این بخش در مورد اخناتون در واقع صحبت بکنیم، کسی که برای اولین بار تقریبا یک نظریه توحیدی رو در باب عبادت و پرستش خداوند آورد و با میتونیم بگیم که آمون پرستا هم درگیر شد. آنچه گفتیم از عقاید و افکار مصریان در زمینه چند خدایی یا همان پولیتئیزم بود که خدایان متعدد را می‌پرستیدند. ولی از عجایب آن که در تاریخ مذهبی مصر قدیم یک مورد که در آن بوی مشرب آلید توحید مونوتئیسم استشمام می‌شود وجود دارد که مصر را به سوی یک اصلاح مذهبی برده است. این داستان از این قرار است که در خاطر یکی از فراعنه جوان مصر تمایلی به توحید به ظهور رسید. بیگمان او از دو معمار که در استخدام پدرش آمنختب دوم بودند، سرود خورشید شهر تب را شنیده بود. در این سرود خورشید که به نام آتون قرص مهر خوانده شده، به چنین عباراتی ستایش شده بود: ای آفریدگاری که زمین را آفریده ای، آفریدگار بزرگ که برای خلقت هزاران مخلوق رنج بسیار بزرگی برده ای، آنکه هر روز بر سراسر زمین ها گسترده می شود و بر همه جنبندگان بر روی زمین نظاره می کند، هر زمین
هر روز به هنگام طلوع او را نیایش می کند و به او نماز می گذارد. نام این فرعون در واقع آمنختپ چهارم ضبط شده که بعداً به آخناتن تبدیل میشه. اسمایی که مصری استفاده میکردن خب از خدایان بوده دیگه، مثلا ما آمنختپ، ختپ یعنی رضایت، آمنختپ یعنی کسی که ازش آمون رضایت داره، مثل این میمونه که ما بگیم الان رضی الله مثلا، یا مثلا آخن آتن، آخن یعنی کسی که مورد عشق و مورد علاقه اون آتن یا خدا قرار داره، مثلا حالا دوست خدا، یار خدا. بالاخره ببینین این اسما هم در اون زمان بوده و روی افراد میگذاشتن. فرعون این کلمات را شنیده و با گرایشی که به یکتا پرستی داشته است، در دل او نائره یگان پرستی شعله ور گردیده و عاقبت بران شده که خدای ملی مردم تبرا که آمون می گفتند تغییر دهد و از آن پس او را آتن بنامد و نام خود را که تا آن وقت به آمنختپ معروف بود از آن پس به آخن یا آخناتون، یعنی مؤمن به آتون. البته اینجا این آخن رو به عنوان مؤمن ترجمه کرده آقای جان بایرناس و آخناتن رو ایشون اعتقاد داره که یعنی مؤمن به آتون هست، ولی خب من در جای دیگه هم دیدم که آخن به معنای مورد عشق و مورد علاقه در واقع هست. پس امر فرمود که در سراسر کشورش آتون را عبادت کنند و او را خدای واحد و یکتا بدانند که خالق همه کائنات و حافظ همه مخلوقات است و در معابد مصر به نام او کاهنان نغمات بنوازند و به این گونه سرود خورشید بسرایند. تو ای حور زیبا در افق آسمان، تو ای زنده فروزنده ای آتن، سرآغاز زندگی آن لحظه که از کرانه خاور میدمی، سراسر گیتی را سرشار از زیبایی میکنی. این است هنر تو که به زیبایی و جلال درخشندگی بر فراز سراسر زمین تابنده است، پرتوی فروزانت تا دور دست زمین را به شمشه نور آکنده است. در یکی از لطیفترین قطعات ادبیات مذهبی مصر جلال آتن اینچنین بیان شده است: وه چقدر آفرینش های تو گونه گونه است، آفرینش های نهان مانده پیش از خلقت آدمی، ای خداوند جهان که دیگر جز تو نیست. تو زمین را به سان قلب خیش آفریدی، تو پهنه آسمان را برافراشتی که جایگاه طلوع تو باشد، این همه به مشیت تو صورت گرفته در حالی که تو خود تنها و یکتایی. ای مهر زنده فروزنده ای آتن، ای که به صورت خیش تابنده ای، طلوع کرده می درخشی دور می شوی و باز گردنده ای. تو این هزار هزار صورت را از هستی خود به تنها پدید آورنده ای. شهرها، روستاها، مزرعه ها، راه ها و رودها را تو آفریننده ای. چشمان پیش از همه این آفریدگان تو را میبینند. جلوه آفتاب جهانتاب به روز شاهکار هنر توست. چون تو رفتی این همه سپری می شود و تمامی آدمیان خفته فرو می افتند. کسی جز تو چنین نمی تواند کرد. هنوز پرتو هنر تو در دل من است. جهان به دست تو می گردد که تو آن را هستی بخشیده ای. چون تو هستی زنده اند و چون رفتی مرده اند. از هنر تو زندگی می کنند و آدمی نیز زندگی از تو یافته است. در پاورقی قید شده که این بر واقع بنده مترجم، ایشون گفتن مفاد این سرود را وقتی به نظم آوردن و در مجله دانشکده ادبیات تهران شماره اول سال هفتم به تب رساندن و آن منظومه طولانی است که شروع می شود به توصیف دین تعدد الهی مصریان باستانی و ظهور آخناتن و سرود خورشید و غیره که به این مصرا آغاز می شود. مصریان بودند و در عهد قدیم و بس الهازا. البته من حالا خدمت شما عرض شد که وقتی میخونین شما این متون رو متوجه میشید که آخناتن که یک یگانه پرست بوده منظورش خورشید خورشید هاست بچه ها.
یعنی اینجوری نیستش که ما فکر بکنیم که آخر آتن خورشید رو میپرستیده صرفاً، چون گاهی اوقات در مثلا فیلم سینمایی سینوی که ویکتور ماتیور هم توش بازی میکنه، فیلم بسیار زیبایی، ترجمه خیلی خوبی هم به فارسی شده، در یوتیوب هم میتونیم پیداش بکنین این فیلم رو، میبینیم که مثلا اونجا فرعون مشخصا داره مثلا خورشید رو میپرسته توی صحرا، که حالا بعد اون شیر میخواد بهش حمله کنه که سینوه و اون دوست فرماندارشون میان نجات میدن اون رو، و از اونجاست که دیگه وارد دربار میشن، آشنا میشن با فرعون، و بعد داستانهایی که بسیار زیباست از اون حکیم به نام سینوه که کتابش رو ما داریم و در مقاطع بالا اون رو از هیروگلیف درس میدیم به بچه ها البته. و اینجا وقتی ما نگاه میکنیم ببینیم که این خانواده آخناتن در واقع در نهایت خورشید خورشیدها، آن چیزی که دلیل وجود خورشید بوده رو حتی میپرستیدن، ولی خب از اونجایی که خورشید نور داره میتونست نماد خیلی خوبی باشه و انسان بالاخره به نماد و سمبول نیاز داره، و برای همین آخناتن خورشید رو انتخاب میکنه به عنوان نماد، در واقع یک نمادی که بتونه اون خدای خدایان یا اون خدای احد و واحد رو بپرسته، و دقیقاً همان خدای احد و واحدی است که ما میبینیم توی نوشته هایی که وجود داره خیلی توصیفات شباهت داره به مونوتئیستیک، حالت مونوتئیستیک یا یگانه پنداری خداوند و یگانه پرستی. در نهایت در ادامه می‌نویسد که متنی از این سرود رو بر دیوار معبد آتون نقر و رسم کردند که بر زمان ما رسیده است. این سلطان یگانه پرست و قوی اراده حکم کرد که نام خدای آمون و دیگر خدایان را از تمام ابنیه و معابد و اوراق مذهبی محو کنند و اوزیریس خدای خدایان را به فراموشی بسپارند. پس برای آنکه محیطی مساعد و جایگاهی نوین برای معبود جدید خود فراهم آورد، دربار خود را از شهر تپ نقل کرده و تختگاه نوینی در کنار رود نیل اندکی دورتر از شهر تپ بنا فرمود و آن شهر را آختاتون یعنی افق آتون نام داد. آخت در بعضی جا به معنی افق است و آتون به معنی همون خداست. آختاتون یعنی افق آتون. شهرهای نوین در اطراف کشور به منظور نشر دعوت جدید ساخته شد و دامنه آن از درون کشور تجاوز کرده و در خارج، یعنی تا سرحد ممالک شام و نوبه، امتداد و انبساط یافت. متاسفانه این اصلاح مذهبی فرعون جوان دوامی نیاورد و همین که وفات یافت، شوهر خواهرش به جای او بر تخت سلطنت فرعونه نشست. وی دوباره تسلیم سخنان کاهنان گردید و مذهب قدیم آمون را از نو متداول ساخت و خودش را توت آنخ آمون لقب نهاد. دوباره اسمو برمیگرده به آمون. این نام در عصر حاضر بسیار معروف و نزد عامه شهرتی تمام دارد. در زمان او به نوبت خود نام آتون را محو کردند و باز از اسم آمون گفتند و نگاشتند. خدایان قدیم یعنی آمون، آوسیر، آیسیس و خروس دوباره بر سریر الوهیت نشستند و همچنان در قلوب و افکار ناس به سلطه خود ادامه دادند تا زمانی که دشمنی قوی تر یعنی دیانت مسیح بر آنها چیده شد و نام ایشان برای ابد برافتاد. خب لازم به ذکر، اگه بخوایم باز در باب آخناتن دوستان صحبت بکنیم، حالا با اطلاعات جدیدی که ما داریم امروزه، این هستش که این خانواده به بیماری مبتلا بودن، شاید چون وقتی ما نقاشی رو نگاه می‌کنیم لگن‌های خیلی بزرگی دارن و سینه در واقع این آخناتن یه حالت در واقع میشه گفت انگار که مشکل هورمونی داشته، یک حالت زنانه‌ای داره و اصلا فرم فکش، فرم بدنش و همچنین بچه‌هاش، حالا بعضی معتقد هستن که این یه بیماری ژنتیکی بوده، بعضی میگن نه این سبک در واقع مجسم سازی رو هم تغییر داده و از اونها خواسته که با یک سبک دیگه، گونه دیگه به نمایش در واقع در بیارن شکلا رو. در صورت ما میدونیم که جسد او رو گور به گور کردن و به خاطر که او کافر شده بود به آمون، خدای آمون، کلمه آمینی هم که ما الان میگیم از همون آمون گرفته شده دیگه، زبانشناسا اینو میدونن، و چون کافر شد به آمون
به خاطر این او را گور به گور کردن. البته جدیدن در یکی از موزه های مصر ما شاهد این هستیم که جسدی رو پیدا کردن که منسوب میکنن اون رو به آخناتن و میگن شاید اون رو پیدا کرده باشن، ولی مطمئن هنوز نیستن و البته کار ژنتیکی هم روی اون انجام دادن که حالا خیلی از این اطلاعات البته بیرون نمیدن و ما نمیدونیم داستان چیه، ولی ما میدونیم که در نهایت وقتی که او این رفرم دینی و مذهبی رو ایجاد میکنه و پایتخت رو عوض میکنه خیلی دچار مشکل میشن. خیلی ها ارتزاقشون از طریق دین آمون بوده و آمون پرستی بوده، خور، آمون، آیسیس، آسیر و اون افسانه خاصی که در اون زمان بوده و جا افتاده بوده هزاران سال در بین مردم، به یک باره ما میبینیم که با اومدن آخناتن به هم میریزه و کارکاسبی اونها، ارتزاق اونها، معابد اونها کلن ویران میشه و اونها کینه خیلی عجیبی رو از آخناتن میگیرن و تصمیم میگیرن که هر جوری است در واقع از شر او و این رفرم آزاد بشن و دوباره برگردن به حالت گذشته خودشون. و البته ما در خیلی از کتابای دیگه‌ای که حالا من تاریخی دیگه که خوندم میبینیم که اتفاقا در این زمان هم همچنان ضعف‌های اقتصادی بوده در مورد کنترل مصر. یعنی شاید اون فرم خشکی که آمون پرستا داشتن و اون خمس و زکات و صدقه و چیزهایی که مالیاتهایی که از مردم میگرفتن جوری تنظیم شده بود که بالاخره این دولت داشت میگشت و هر کسی رضایت خاطر داشت، ولی با آمدن آخناتن یک قشر دیگری که شاید یک عقده‌ای داشتن در طول مدتی که آمون پرستا بودن روی کار میان و همیشه انقلابا اینجوریه دیگه، اول یه حالت اصلاحگری داره و کسانی که میان اول خیلی منادیه در واقع میشه گفتش که بشریت خودشون رو نشون میدن و میخوان اصلاح کنن همه چیز رو، اوایل یه مقداری همه چی خوب پیش میره ولی بعد که میگذره میبینیم که همونا به کلاهبردارا و آدمای در واقع پوپولیست اصطلاحاً و آدمای ظالمی تبدیل میشن و بدتر میشن از اون چیزی که قبل از اصلاحات، قبل از انقلاب بوده. و در واقع انقلاب وقتی اتفاق میفته در مصر، این انقلاب اتفاق میفته، در خیلی از کتب نوشتن فقر بیشتر میشه، خصوصا جابجا کردن این در واقع پایتخت بسیار بسیار تاثیر منفی داشته روی اقتصاد مصر و خرچای خیلی زیادی رو به گردن دیوان مصر یا همون پر آ گذاشته. چون میدونی که کلمه فرعون در واقع از کلمه پر آ میادش و پر در زبان مصری به معنی خانه است و آ به معنای بزرگ و عالی است و پرعا یعنی خانه بزرگ یا خانه دولت. و بعدها بود که ما میبینیم که این پرعا یا خانه دولت مثلا فرض کن کاخ سفید، مثال میگم، یا مثلا نمیدونم حالا بیت، این بعدن این اسم میاد تغییر پیدا میکنه و روی فرائنه قرار میگیره. و خیلی ها میگم این شخصیت رو آخناتن خیلی یگانه پرست و مهربون و آروم نشونشون میدن، ولی در تحقیقات دیگه ای هم ما ببینیم که نه، احتمال داره که حتی یک سری بالاخره خشونت هایی هم به خرج داده برای عوض کردن این دین و به زور باوری رو که هزاران سال مردم مصر داشتن رو میخواسته به یه باور خودخواهانه در بیاره و تبدیل بکنه. دو نظر مختلف در مورد او هست، ولی میگم دیگه اون رسانه ها و فیلم های سینمایی که در باب آخناتن درست میشه معمولا اون رو یه انسان صلح‌جو و اینکه به انسانیت پی برده و نمیدونم میدونه که دیگه نباید خونی ریخته بشه، ولی وقتی میریم تحقیقات رو میبینیم و اون آرکئولوژیست ها و باستان در واقع شناسان میان اون اکتشافات رو انجام میدن، کند و کافا رو میکنن و در واقع میشه گفتش که حفاری هایی که شده نشون میده که نه، فقر گویا در خیلی از خطه ها یا یه سری از اخشار در واقع گریبانگیرشون میشه و اینا بنده خدا مشکل پیدا کرده بودن با اومدن آخناتن. و برش هم میبینیم که دیگه این مقبره در واقع توت انخ آتون که بعدن از ترسش به توت انخ آمون تبدیل میشه، شاهد بعدی بوده که قرار بوده این توت انخ آتون بشه، ولی خب بالاخره توسط شورشیان مجدد مجبور میشه که اسم خودش رو به توت انخ آتون تبدیل بکنه. و میبینیم که حالا البته چیزای باستانی بسیار زیادی هم از مقبره او پیدا شده و گویا دوران سلطنت او هم بسیار دوران کوتاهی بوده. در این باب سخن بسیار است، خیلی ها حتی معتقد هستن که نعوذ بالله شاید اصلا شخصیت موسی علیه السلام همین شخصیت باشه مثلا و همین آدم باشه که به حساب اومده و میگن که اصلا این کشتم نشده یا مردم نبوده و این کوچ کرده رفته و در واقع این
همون موسس هست. ولی الان ما میدونیم که نه دیگه، این کلمه ماو مسس و کلمه مسس به معنای از زاده شده است و ماو به معنای آبه و ماو مسس کودکانی بودن که اینها رو برای که قربانی بکنن داخل سبدهایی میذاشتن و به رود نیل میدادن کنعانیان و اون یهودیای اون زمان، برای که اونا کنار ساحل زندگی میکردن، چادرهایی داشتن و همیشه این آب فوران میکرده. معتقد بودن که بالاخره اونا هم پنتیست بودن و اعتقاد داشتن که مثلا خدای رود نیل یا هعپی در واقع ناراحت میشه و برای اینکه این مزح یا اون تمساح، که الان کلمه مزح همون تمساح شبیه اون تمساح، برای که مزح بزرگ ناراحت نشه، هر از گاهی این بچه هایی که شیر تو شیر میشدن در واقع نمیتونستن شیر بدنشون، در واقع برای که سبکتر بشن این رو میذاشن داخل سبد و میدادن به آب و این بچه میرفت. اگر بچه نجات پیدا میکرد از پلاژ رد میشد و وارد پلاژ مصریا میشد، چون با سوی رودخونه اونا برای خودشون پلاژ داشتن و میشستن و کیف میکردن و حال میکردن. اگر از اون در واقع پلاژ رد میشد، این بچه رو میگرفتن بهش میگفتن موسس، مومسس یعنی از آب زاده شده، و اون رو نگه میداشتن. و خب بچه هایی هم که آقازاده بودن و تحت خونشون، خون در واقع میشه گفتش که داخل اون دربار بوده و مصری بوده، که معمولا خواهر برادر با هم دیگه ازدواج میکردن مصریا، بهش میگفتن رعمسس یعنی از رع یا خورشید زاده شده در واقع. و ما اون مسس ها کسایی بودن که از بیرون میومدن و اینها رو هدیه در واقع هپی میدونستن مصری ها، به زنایی که نازا بودن میدادن، اینها رو نگه میداشتن و در کنار رعمسس ها بزرگ میشدن، که ما میبینیم بعدا داستان مثلا موسا رو داریم و داستان رامسس، که موسس و رعمسس شبیه همه، هم رامسس همون اسمیه که بعدا انگلیسی ها میگن. ببینید اینها تاریخایی که الان حالا وقتی ما میخونیم متوجه میشیم که داستان ها چه بودن و کتیبه‌های جدید و پاپیروس های جدید اینها رو به ما نمایان میکنه. این کتاب در بخش بعد میخواد بره بچه‌ها سراغ بابل. خیلی ممنونم که تا اینجا با من بودید و حتما شنوندگان خاصی هستید که دارید گوش میکنین. اونایی که نمیدونن این رو که چقدر این کتاب خاصه و چقدر داره شیرین تر میشه و جذاب تر میشه، متاسفانه تا میبینن کتابه میگه خیلی خوب ولش کن، دنبال یه دونه لایوی هستن که باز از جن و پری و رپتایل و اینجور ماجرا صحبت بشه و بیخیال میشن، در صورتی که خبر ندارن که ما در لابلای اینها آروم آروم داریم چیزایی رو هم به شما میگیم عجیب و غریب که انشالله لذت ببرید و کیف کنید. در نهایت من به عنوان یک محقق فقط اینجا هستم و در جایگاه یک محقق صحبتایی رو میکنم که در کتابای مختلف خوندم و بیطرفانه برای شما اینجا عنوان میکنم. امیدوارم که لذت برده باشید. در جلسه بعد میریم سراغ بابل و اونجایی که دیگه حالا ببینیم در بابل چه اتفاق میفته و داستان از چه قراره. تا جلسه بعد شما رو به یزدان پاک میسپارم. خدا نگهدارتون. به نام حق. درود بر دوستان عزیز. با نهمین پادکست از تاریخ جامعه ادیان در خدمت شما هستم. سام سروی هستم و این اثر زیبا رو با هم میخونیم و ادامه میدیم. امروز میخوایم در باب سلطنت اوسیروس یا به قول خود مصری‌ها اوسیر